أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده وهو المستحق للحمد والثناء، ونستعين به في السراء والضراء، ونستغفره ونستهديه لما يقربنا إليه، ونؤمن به ونتوكل عليه في جميع حالاتنا، ونصلي ونسلم على أفضل مبعوث للعالمين وأول مشفع في يوم العرض والحساب، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعوا هديه إلى يوم الدين. با عرض ادب و سلام محضر بینندگان عزیز و گرامی در شبکه جهانی پیام افغان در سرتاسر عالم، خاصتا مردم شریف و کشور عزیز ما افغانستان و افغانهای مقیم آمریکا، اروپا، استرالیا، خاصتا کشور آلمان و بخصوص شهر هامبورگ. خب جای بسیار افتخار هست که الحمدلله خداوند این توفیق را برای عزیزان ما در احسن الحدیث و همکاران ما در احسن الحدیث که زحمت میکشند و همگی دست به دست هم دادن تا این برنامه تدوین شده و جلسه قرائت قرآن شریف احسن الحدیث و به خصوصی پروگرام تلویزیونی که همگی زحمت میکشن، عکاس ها، فیلم بردار ها و دیگر عزیزان ما که پروگرام برنامه های رهلار دیزاین میکنن، همگی دست به دست هم دادن تا بتونن یک پروگرام خوب و عالی که در خور شأن قرآن عظیم الشأن باشه به او پیشکش کنن و هدیه کنن و تقدیم کنن برای شما بینندگان بسیار عزیز و گرامی که واقعا علاقه خاص دارین. و ما جا در همین جا از همگی شما تشکر کنم که محبت میکنین، هم در فضای مجازی، در فیسبوک، در واس آب و در خود تلویزیون و گاهن تماس میگیرین و یا رو در رو با ما صحبت میکنین، تلفن میکنین، از برنامه اظهار رضایت میکنین و بتونیم ما انشالله حتی المقدور کوشش ما و سعی ما و تلاش ما این است که رضایت شما حاصل بشه، چون شما بیننده هستین، هم خواهران محترمه و هم برادران گرامی. خب برنامه را آغاز میکنیم طبق روال همیشه به توفیق حضرت رب العزه با ترجمه آیات قرآن عظیم الشأن از سوره مبارکه بقره از آیه 20 تا آیه 26 با ترجمه بسیار زیبا و دلنشین و روان با صدای گرم برادر عزیزم جناب آقای محمد اکبر بختیاری از هلند. و بعد از اون خدمت شما به عرض برسونم که مهمان بسیار عزیزی داریم در کرسی تلاوت، جناب دکتر صاحب آقای عبدالحمید عزیزی که از قاریه بسیار برجسته و بین المللی هستند. انشالله کرسی تلاوت ما امشب متعلق به ایشان هست، باشین با ما برنامه ها رو پی بگیریم. گوش جان می سپاریم به ترجمه و قرائت ترتیل انشالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. به نام خدای بخشنده مهربان. ای مردم، خدای را بپرستید که آفریننده شما و پیشینیان شماست. باشد که به طاعت و معرفت او پارسا و منزه شوید. الذی جعل لكم الارض فراشا و السماء خدایی که برای شما زمین را گسترد و آسمان را برافراشت
و از آسمان آبی که به سبب آن بیرون آورد، میوه‌های گوناگون برای روزی شما فرو بارید. پس کسی را مثل و مانند او قرار ندید، در صورتی که میدانید خدا بی مانند است. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء اگر شما را شک هست در قرآنی که بر بنده خود محمد صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرستادیم، پس بیاورید یک سوره مانند آن و گواهان خود را بخوانید و از بزرگان و فصحا هر کی را خواهید کمک طلبید، بجز خدا اگر راست میگویید که این کلام مخلوق است و نه وحی خدا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. و اگر این کار را نکردید که هرگز نتوانید کرد، پس طعنه به قرآن مزنید. بپرهیزید از آتشی که هیزمش مردم بدکار است و سنگهای خارا که قهر الهی برای کافران مهیا کرده است. و بشیر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا كلما شابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ومجددی ای پیامبر، کسان را که ایمان آوردند و نیکوکاری پیشه کردند که جایگاه آنها باغهایی است که نهرها در آن جاری است و چون از میوه‌های گوناگون بهره‌مند شوند، گویند این مانند همان میوه‌هایی است که پیش از این در دنیا ما را نصیب بود و از نعمت‌های مانند یک دیگر متلذذ شوند و آنها را در آن جایگاه جفت‌های پاک و منزه است و در آن بهشت جاوید خواهند زیست. این الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي
كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. و خدا را باک و ملاحظه از آن نیست که با پشه کوچک یا چیز بزرگتر از آن مثل زند، پس هر مثل که آورد آنهایی که به خدا ایمان آورده اند می دانند که آن مثل از جانب پروردگاری ایشان هست، اما کسانی که کافر شدند می گویند خدا را از این مثل چه مقصود است؟ گمراه می کند با آن مثل بسیاری را و هدایت می کند بسیاری را و گمراه نمی کند به آن مگر فاسقان را. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. پاک و منزه است پروردگار تو که خدای مقتدر و بی همتاست و از توصیف جاهلانه خلق مبراست، و سلام و تحیت الهی بر رسولان باد و ستایش مخصوص خداست که آفریننده جهانیان هست. خب امیدوار هستیم که انشالله آیاتی که از سوره مبارکه بقره از آیه 20 تا پایان آیه 26 با ترجمه بسیار زیبا و دلپذیر با صدای گرم برادر عزیزم آقای محترم محمد اکبر بختیاری از هلند مورد توجه شما قرار گرفته باشد. خب مهمانانی هم داریم ما که انشالله اینا هم برای ما به صورت لایف میخوانند. به حضور اینا خیر مقدم عرض میکنیم. در ابتدا عرض سلام داریم خدمت جناب آقای صدیقی حاجی عبدالصبور جان، خیلی خوش آمدید. قربان شما، تشکر از اینکه قبول زحمت کردین. عرفان جان عزیزم که به چهره مبارک شان آشنا هستین، خیلی خوش آمدید عرفان جان، تشکر از شما. و همچنین دو عزیز نو آموز دیگه ما جناب آقای بنیامین جان علیزاده، خیلی خوش آمدید بنیامین جان، تشکر از اینکه بایی که از صبح اربایت دیشتین، مدرسه بودین، مکتب بودین، اینها درس داشتین، بازم خواهدیم، تشکر از شما. و همچنین مهمان بعدی ما نواموز قرآنی ما که شما به چهرهشان آشنا هستین، جناب آقای علی جان صدیقی، نور دیده برادر عزیزم جناب حجی عبدالصبور جان صدیقی. علی جان خیلی خوش آمدین، تشکر از اینکه قبول زحمت کردین، با عزت باشین. خب همانطوری که خدمت مبارک شما به عرض رساندم، ما امشب کرسی تلاوت را اختصاص دادیم به چهره و چهره منور و قاری بین المللی جناب دکتر صاحب آقای عبدالحمید عزیزی از شهر کابل عزیز ما از پایتخت افغانستان که ما در خدمتشان هستیم. الحمدلله از چهره های سرشناس هستند و استاد فاکولته هستند، شاگردان زیادی را دارند و جای افتخار هست که ما امشب در خدمتشان هستیم و تلاوت هم که ایشان میکنن از مکتب مرحوم جناب شیخ عبدالباسط رحمه الله که ستاره قرائت درخشان جهان اسلام بودن و آثارشان هست و خواهد بود، و ما اون چی که تلاش داریم، سعی داریم و به قول خود قرای معظم مصری که یادم نمیاد دقیق که کدام یک از این اساتیدی که اونا هم به رحمت خدا واصل شدن، اونا خودشان در مصاحبهشان فرموده بودن که اگر نبود صدای مرحوم عبدالباسط ما قرای مصری را کسی نمیشناخت، و همینطوری هم هست. و ما تا اونجی که سعی داریم، تلاش داریم، باید فرزندان نواموز، عزیزان نواموز ما همگیر آشنا کنیم با قرائت های مرحوم عبدالباسط. خب وقت را بر شما نگیرم، آماده میشیم. ابتدا کوتاه سلام علیکی با جناب دکتر صاحب عزیزی داریم،
و از تلاوت زیبایشان بهره مند میشین. باز انشالله کوتاه 3-4 دقیقه هم برای ما صحبت دارم. جناب دکتر صاحب خیلی خوش آمدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب استاد عزیز و گرانقدر، از عزیز محترم عرض سلام و ادب احترام خدمت شما، مهمانان و عزیزان حاضر در استودیو و بیننده های عزیز و ارجمند تلویزیون پیام افغان برنامه احسن الحدیث. تشکر، خیلی خوش آمدین که قبول زحمت کردین جناب دکتر صاحب. خواهش میکنم، سلامت باشین، در خدمت شما. ما و بینندگان عزیز ما بدون فوت وقت همگی آمده هستند که اون صدای زیبای شما و تلاوت دلنشین شما بشنوند. دقایقی تقریبا 10 دقیقه تا 12 دقیقه انشاءالله باز در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم، انشاءالله آیات از سوره مبارکه مریم سلام الله علیها را تلاوت میکنم و بعد از اون اگر وقتی بود سوره مبارکه زهار را هم تلاوت کنم. بسیار عالی، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. شکر. خواهش میکنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كذلك قال ربك هو علي ما شاء الله. احسنت. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الله 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 ما شاء الله. بسم الله 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 ما شاء الله. احسنت. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الله 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 ما شاء الله. سنت. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم يفتح عليك، ربنا يفتح عليك، الله يحفظك يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله بارك الله فيك. أحسن.
احسن احسن الله الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الله الله نعم بارك يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله احسنت. وحانا من لدنا وبرًا بوالديه. الله الله الله. وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا. الله الله ما شاء الله سبحان الله. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وما الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ما شاء الله ما شاء الله الله يخليك ما شاء الله الله يحفظك يا شيخ صلوا على الحبيب. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يفتح عليك احسنت. فأما اليتيم فلا تقهر. ما شاء الله. وأما السائل فلا تنهر. الله الله. وأما بنعمة ربك فحدث. الله 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 الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فيه
اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب. أحسنت ما شاء الله. إذا الله 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 ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ما شاء الله ما شاء الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله طيب الله أنفاسكم بسيار عالي بسيار زيبا جناب عزيزي صاحب كآيات را السوري مباركية حضرت مریم علان بینو علیه السلام بسیار زیبا تلاوت فرمودین و همچنین از سوری مبارکه ضحا و سوری مبارکه نصر که ما را انداختین بیاد تلاوت های شیخ مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد. تشکر جناب عزیز صاحب. در ابتدا اگرچه شما چهره شناخته شده هستین الحمدلله در افغانستان پروگرام های شما رو از فضای مجازی در تلویزیون ها میبینم به فضل خدا، مگم بازم خود خور کوتا برای بینندگان عزیز ما از شبکه جانی پیام افغان که الان نشسته هستند بای برنامه احسن الحدیث کوتا خودتان رو معرفی کنیم انشاءالله باز در خدمت شما هست. بسیار تشکر جناب استاد زفی صاحب محترم و بیننده های عزیز ارجمندی که صدای ما رو تحمل کردن. عذرخواهی میکنم از بابت صدایم که آماده نبود، کمی صدا گرفته بود. نه ماشاءالله بسیار عالی. متاسفانه خب کمی تمرین ها کم است در افغانستان، به همین خاطر صدا هم کمی یاری نکرد. من ان شاء الله قول میتون وعده میکنم در یک برنامه دیگه ان شاء الله تلاوت بهتری باشه ان شاء الله. من اسم من حمید عزیزی هست، از اصلیت از ولایت لوگر هستم، متولد کابل و اکثر عمر خود در دیار هجرت گذراندیم در ایران. و جا داره که در این قسمت از پدر عزیزم، از مادر گرانقدرم که با خون دلها به عبارتی ما را تشویق کردن به درس و تحصیل و مسیر علم و مسیر قرآن ماشاءالله. گرچه فامیل هنوز هم در خارج از افغانستان هستن، ولی خب چند سالی است، تقریبا 3.5 سالی هست که ما در افغانستان هستم و در پانتونای مختلف تدریس میکنم، بعضی فعالیت های سیاسی دیگه هم هست، اما بیشتر عمده فعالیت های خود را سعی کردیم در بحث های روانشناسی و در بحث های علمی و در بحث های فرهنگی در کشور داشته باشم ان شاء الله. خداوند از هم میگیم و شما قبول بکنه. بسیار علی بسیار علی خوشحال شدیم جناب دکتر صاحب عزیزی. لطف کنید شما چون یک چهره قرآنی هستیم و از همون آوان نوجوانی همونطوری که خود شما گفتین که مشوق بزرگ شما پدر گرامی شان، والده محترمه شما، فامیل محترم شما بودن و از آوان نوجوانی پای قرآن از مشن بودین، شما کوتاه برای 2 دقیقه نهایت 3 دقیقه چی توصیه برای بینندگان بسیار عزیز و گرامی ما کمی الان ما را اقصا نقاط عالم میبینند در اروپا، آمریکا، افغانستان، استرالیا، کل گیجان شبکه پیام افغان شبکه جهانی است، شما کدام توصیه اگر دارید در رابطه برای فامیل ها برای 2 دقیقه برای عزیزان ما بیان کنید بر بینندگان؟ من کوتاه چند تا از مسئله‌ای که در زندگی خودم اتفاق افتاده و را خدمت شما عرض میکنم، شاید که مفید واقع شود انشاءالله. والده مکرمه ما در زمانی که طفل خردسالی بوده هرگاه تلاوت های مرحوم عبدالباسط میشنویده بسیار تحت تأثیر قرار میگرفته و امی علاقه و امی جذابیتی که نسبت به تلاوت های مرحوم عبدالباسط در وجود از اونها بود، شاید به صورت میشه گفت که ژنتیکی به من منتقل شد. به من به یک باره تقریبا در صنف 7 مکتب بودم با شنیدن تلاوت مرحوم عبدالباسط جذب قرائت قرآن عظیم و شان شدم. این نشان میده که علاقه والدین به یک زمینه خاص میتونه که فرزندانشان در همون زمینه سوق بده. ما شما احادیث بسیار زیاد داریم، میگه هر کسی که خواهان یا طرفدار یک قومی باشه با همونا محشور خواهد شد. یک نمونه دنیایی هست.
مطلب بعدی است، ما با توجه به اینکه خب در زمینه‌های مختلف شاید بیننده های ما دیده باشن، در فعالیت‌های فرهنگی هم هستم، در بحث‌های روانشناسی هم هستم، در فعالیت‌های سیاسی هم هستم، رشته اقتصاد هم خواندیم، چطور این مطالب و این علوم مختلف را ما تونستیم جمع بکنم شاید با عمر کم؟ همگی از اینها نه اینکه فقط بعد تبلیغاتی داشته باشه، این از برکت قرآن عظیم شأن هست. یک بعد علمیشه فقط که کوتاه میتونم عرض بکنم، قرآن عظیم و شأن با دقتی که داره در آیات و کلمات، در زیر و زبر و پیش و جنگنداز و سیستم مختلفی که داره، بله، دقت و ظرافتی که آیات قرآن عظیم و شأن داره، به محض اینکه کسایی که حفظ کردن این شاید بسیار دقیق‌تر متوجه شوند، به محض اینکه شما یک سپاره از قرآن عظیم و شأن حفظ میکنین، مثل لازم میمونه که مغزتان ورزش دادین و مغزتان بسیار دقیق برآوردین و او وقت توانایی گرفتن و توانایی جذب کردن علوم مختلف و علوم بسیار زیادی را دارد. بله. پیشنهاد ما به خانواده های عزیز و ارجمند ما ای است، مسیر قرآن مسیر خداوند است، مسیر کلام خداوند است. بله. خداوند تعداد کمی از انسانها را انتخاب میکنه به عنوان بلبلان باغ خودش. چه خوب است که ما هم جز همون انتخاب شده های خداوند برای زیبا تلاوت کردن آیات قرآن باشیم تا قرآن برکت را در زندگی ما بندازه. در آخر صحبت های خود اشاره میکنم به آیه 81 سوره مبارکه اسراء، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. بله. ما از قرآن شفا و رحمت برای مؤمنان نازل میکنیم. شفا یعنی دردهای روحی و جسمی و دردهای مشکل مختلفی که است. بله. رحمت به معنی ازی است که رزق و روزی و چوکی و منصب و مقام همگی از اینها رو قرآن میتونه برای ما تأمین بکنه، به شرطی که ما در جمع مؤمنین حساب شیم. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. بله. این میتونه که راه سعادت و راه پیشرفت ما باشه. دین مبین اسلام دینی است که هم دنیای خوب برای بنده خوب خداوند میخواد و هم آخرت خوب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. چه پیام قرآن هست، چه خوب است که در مسیر قرآن قرار بگیره. یک جان سپاس جناب دکتر سیوزی که قبول زحمت کردین و دعوت اصل الحدیث لبیک گفتین. شما را همینجا به خداوند کریم و رحیم میسپاریم. یک جان سپاس از شما. تشکر همگی شما را به خداوند کریم و رحیم میسپارم. ان شاء الله در آتی بیشتر در خدمت شما باشیم دکتر سیوزی. ان شاء الله ما در خدمت. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. خب شنیدین فرمایشات بسیار جالب جناب دکتر صاحب عزیزی، معظم و معزز فرمودن و خوشحال شدیم که اینا را از شهر کابل عزیز ما داشتین. انشالله در آتیه بتونیم بیشتر خدمت از اینا، خدمت استاد و معظم و معزز جناب شیخ القرا، جناب قری صاحب استاد برکت الله سلیم، جناب شیخ صاحب استاد صاحب الهاج قری عبدالشکور فلاح باشین که اینا پیشکسوتا هستن، ریسفیدا هستن که عمر عزیز خور خدمت به قرآن و کلام پاک کردن در افغانستان. جای تقدیر در انشاءالله در خدمت عزیزان هم باشیم. خب پشت تلفن عزیزی را داریم، اگر خودتان معرفی بفرمایید اینجا در خدمت شما هستیم. قاری صاحب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. و علیکم السلام. برای اطفال نازنین که به شما تشریف داره. تشکر. و برای محترم انجینر صاحب شریفی همکار تکنیکی شما که سلام. واقعا تشکر. زحمات شب و روزی میکشه و به بینندگان پروگرام شما که یک برنامه قرآنی است و علمی است، واقعا وقتی شما مهمان خانه های ما میشید، خانه منزل ما یا همی اتاقای خانه ما نورانی میشه. تشکر. نظر لطف شما را جناب اجاقا بفرمیم، در خدمت شما هست. تلاوت قرآن عظیم و شان از برکت همی اطفال نازنینه که مشتاقانه و عاشقانه میخواین که قرآن را یاد بگیرن و این ثواب شامل آل شما و ثواب عزیز شامل آل کل ما که برنامه را نگاه میکنند میشود. تشکر از شما. از ارشادات دکتر صاحب عزیزی مستفید شدیم، از تلاوت قرآن عزیزشان که ایشان کردن. واقعا یک لحجه یا یک صدای بسیار گرند. بله. و گیرا داره. بله. خداوند عزیز برای دکتر صاحب موفقیت‌های های مزید نصیب شود و آرزومان دستیم که همیشه در خدمت قرآن عظیمشان و امیدوار هستیم که همکار دائمی شما باشه. انشالله انشالله. قول دادن جناب دکتر صاحب برای ما که انشالله آتیه بیشتر تلاوت های زیباتر از اینا داشته باشیم. از اینا از استاد صاحب برکت الله سلیم، جناب اجاقای عبدالشکور، استاد صاحب عبدالشکور فلاح، جناب قری صاحب محترم عبدالکبیر ایدری، اینا معززینی که در کابل هستن در دیگه ولایت های افغانستان. خب اجاقا در خدمت شما هستیم برای یکی دو دقیقه کوتاه. اگر صحبت شما برای بزرگان قوم، برای اقلای قوم و حسن سفیدا که اینا نور مجلس هستن، زینت مجلس هستن، چی توصیه برای از اینا دارین که اینا در محافل بتونن شرکت کنن؟ بله، اصل خدمت با سعادت شما قاری صاحب محترم که
که اول خب ما برای شما این برنامه را که یک تغییر کرده از روز سه شنبه به روز جمعه آمده، بله. بسیار یک کار نیک و خوب است که اما وقت بسیار مناسب است و از این تغییر پروگرام و از این که شما ابتکار دیگر را به خرج دادین که قرآن از نشان با ترجمهش در این برنامه گنجانیده، خواهش میکنم دیگر این با غنامندی از این پروگرام افزوده شده و در آینده هم امیدوار هستیم که با همه تجاد و جاده که خودت داری خوش برنامه رنگینتر شده برا و زیباتر شده برا و واقعا بر جامعه مهاجر افغان و سایر مهاجرین یک برنامه الهام بخش و یک برنامه باشه که در او فقط مفاهیم قرآن از اینشان گنجانده شده باشه. تشکر از شما. عرض کنم خدمت مبارک شما که خواهش ما از تمام افغانای عزیز، از کسایی که عشق به قرآن دارن، کسایی که ایمان به قرآن دارن، چون کلام پاک خداوند عزیز است بله. و این کتاب راهنمای بشریت است به تمام ما مسلمان ها بدون از این کتاب دیگه راهنمایی نداریم. چنگ زدن به این کتاب از وظایف و از مسئولیت های ایمانی و وجدانی هر مسلمان است. بله. بلحاظا وقتی ما در این جامعه که زندگی میکنیم مثل شما و مثل کسایی که تدریس قرآن زیشان میکنن، اینا مراجعه بکنن خود و اولادها و فامیل خود در پای تدریس قرآن زیشان بنشانن بله. و خداوند عزیز حجر و پاداش نصیب همه بگردانن و این یک مسئولیت ایمانی و وجدانی است که از شما و محسسه علمی شما استفاده کنن و این محسسه را تشویق بکنن تا خداوند عزیز برای کسایی که مشتاق آموختن قرآن از ایشان هستند کمک شود. تشکر جناب حاجی صاحب از این. خواستم که از طریق همین تلفن یک احترام و یک نظر خود داشته باشم. از برنامه زیبایتان تشکر. خواهش می‌کنم. حافظ نگهدار شما. تشکر یک جان سپاس از جناب حاجی صاحب احمد ولی جان احمدی که واقعا از معززین و از بزرگان شهر هامبورگ هستند و از اعضای فعال احسن الحدیث هستند، جزء محسن سفید هستند. تشکر میکنیم جناب. خواهش می‌کنم. خدا. السلام علیکم. خب تلفن ها هم زیاد است. ما اینجا دو عزیز ما هم که نشسته هستند، نو آموزان قرآنی ما علی جان صدیقی هستن، بنیامین جان علیزاده هستن. خب ما در خدمت علی جان هستیم انشالله رحمان. تلفن هم که هست باز ببینیم که چی میشه بتونیم اگه تونستم بعد تلاوت از اینه تلفن ها رو بتونیم بگیریم. خب جناب آقای علی جان خیلی خوش آمدین. علی جان صدیقی، خب اگر یاد شما باشه علی جان تا حدودا 4 ماه پیش بود، نه 4 ماه 5 ماه 4 ماه 4 ماه بود پیش اینا آمدن اینجا برای شما سوره مبارکه حمد و آیه آیت الکرسی شریف خواندن از حفظ. مگم حالا الان الحمدلله قرآن عظیم الشان از رو میخوانن و به فضل خدا همه جای قرآن از رو میخوانن، الان هم تازه شروع کردن و به سپاره 30 هستن. ببینید با چی زیبایی برای شما سوره مبارکه الضحا و انشراح و تینر تلاوت میکنن. علی جان بفرمایید تلاوت کنید. یک کم بشین جلوتر. الرحمن الرحيم
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما زیبا خانم تشکر از شما ماشاءالله تقدیر تشکر میکنیم از قبلگاه اینا برشان تبریک عرض میکنیم جناب آقای صدیقی جای افتخار الحمدلله که الان ببینیم که از رو قرآن عظیم و شنه و ما یه قول برای بینندگان بسیار عزیز گرامی ما همینجا با حضور ای جمع که حضور دارن و به شما قول میدیم که انشاءالله تا 4 ماه دیگه هر جایی که یا شما خواستیم میگریم استادیوم انتخاب کنیم یا ما بالاخره وسط قرآن باز میکنیم برای شما هم اینا و هم عرفان جان عزیز که الان حضور دارن که چند وقت هفته قبل اینجا تلاوت کردن درست هفته قبل بود هفته قبل بود عرفان جان عزیز تلاوت کردن امشب هم علی جان تلاوت کردن من همینجا تبریک عرض میکنم به فامیل محترم صدیقی و فامیل محترم عماد بخصوص سرور ارجمند ما از جناب حضرت اجاقا صاحب سید نورالله عماد که بزرگ همگی ما هستن خدمتشان تبریک عرض میکنم به خدمت محترم مجلس بجد شکرخان صدیقی هم تبریک عرض میکنم خب در خدمت بنیامین جان عزیز هستیم نوآموز قرآنی دگی ما که از فامیل محترم علیزاده هستن که الحمدلله فرزندانشان همگی قرآنی هستن علی جان، بنیامین جان، یوسف جان و همچنین آرمان جان که فرزند عزیز ما حفیظ الله جان هستن یکیشان یکی مال حفیظ الله جان هستن خب این تلفون رو میگیریم ببینیم که کتا اگر بشه که بله سلام علیکم و رحمت الله بله سلام علیکم و رحمت الله خانوفر براتون زنگ میزنم تشکر بفرماییم در خدمت شما هستیم کوتا صحبت کنیم که وقت کم است خیر ببینیم ببخشید تناز یک سوره دعا را میخواستم بخونم بسیار عذرخواهیم انشاءالله بکتاش جان ما تلفن شما را داشتیم هفته قبل بین هفته من چند دفعه خدمت مبارک شما تماس گرفتم شما جواب ندادین ما تلفن شما را دارم شما هم بعد از پروگرام تلفن خود دوباره برای ما روان کنیم ما حتمی در خدمت شما هستیم خیلی عذرخواهیم از شما خواهش می بسیار میبخشین بسیار خواهش میکنم خب علی جان بنیامین جان عزیز خیلی خوش آمدین بنیامین جانم از نوآموزان ما هستن که تازگی به جمع قاریا پیوستن و قرائت میکنن برای ما امشب سوره مبارکه شمس و حمدر برای ما قرائت میکنن بفرمایید اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها Thank you.
بسیار زیبا. از اون جایی که جناب عزیزی صاحب واقعا سوری مبارکه مریم تلاوت کردن و سوری دوها و نصر و همچنین بنیامین جان به زیبایی که نوکار است، اولین مرتبه است نوآموز از حمد پای کامره و لایف بر شما تلاوت کرد، این بسیار جرأت به کار داره و خود خوندن لایف یک هنر است که هر کس نمیتونه پیش ببره. بسیار عالی بود. ما هم دل ما به خود نیامد، گفتیم باشه که اینقدر سر وجد آمدیم که تقریبا توفیق حاصل شد که کوتاه از سوری مبارکه فاتحه برای بنیامین جان تلاوت کنیم. خیلی عالی خواندیم بنیامین جان، تشکر میکنیم و همینجا تقدیر و تشکر میکنیم از فامیل محترم آقای علیزاده، بخصوص تبریک عرض میکنیم به برادر عز القدم جناب حاج عز الله. و نکته ای که لازم به عرض است، ما باید ما در شادی های خود شاد باشیم و امروز افتتاح پروژه تاپی بود در افغانستان، برای افغانستان افتخار بزرگ بود با حضور رؤسای جمهور و صدر اعظم های کشور هندوستان، پاکستان، ترکمنستان، افغانستان که در شهر هرات باستان واقعا بسیار جای افتخار بود و جا داره که ما همینجا از جناب شاروال صاحب آقای ویجان قتالی نواسه مرحوم آقا صاحب بزرگ قتالی که خدا اونا رو ببخشه تشکر کنیم. وقت بسیار بر ما کم است و دو تا جایزه داریم که تقدیم میکنیم، مبلغ 50 یورو از طرف احسن الحدیث خدمت علی جان عزیز ما جناب آقای صدیقی. باز هم دوباره به فامیل های محترم صدیقی و ایماد تبریک عرض میکنیم، خواهش میکنم، خیلی زحمت کشیدین که امرای کری میکنیم بریم ما، و همچنین 50 یورو هم تقدیم میکنم از طرف احسن الحدیث خدمت بنیامین جان عزیز ما و تبریک عرض میکنیم به فامیل محترم علیزاده، بخصوص برادر عز القدرم جناب حجی عز الله علیزاده. انشالله روزی یک شنبه یاد شما نره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از ساعت 10 تا ساعت 12 احسن الحدیث کوچه تپه جامعه برگداف.